سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران خبر منتشر شده در خصوص دستور حسن روحانی برای بررسی حصر رهبران مخالف را تکذیب کرد سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی اخیرا گزارش داده بود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده تا بررسی وضعیت حبس خانگی میر حسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد در دستور جلسه بعدی شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد به گفته سخنگوی شورای عالی امنیت ملی انتشار اخبار جعلی و بی اساس با هدف ایجاد التهاب در فضای سیاسی جامعه و انحراف افکار عمومی انجام می شود. آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می برند. روزنامه کیهان روز شنبه 11 بهمن ماه با انتشار یادداشتی نوشته افرادی که با عراجیف رسانه ای امنیت جامعه را تهدید می کنند مهدور و دم هستند و باید به بدترین شیوه به قطر برسند. یا داشت کیهان نوشته قانون اعدام فتن انگیزان و اخلالگران تبدیل ناپذیر است و فتنگران باید از جامعه ترد شوند و نباید هیچ ارتباطی با جامعه داشته باشند. این یاد داشته که از اوریانترین تهدیدها علیه مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران گفته است متاسفانه برخی در داخل و خارج از کشور مخالف پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در جهت منافع خود دنبال می کنند. آقای ظریف که به کنیا سفر کرده امروز دوشنبه در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم این کشور گفت متاسفانه در مواردی اصل تحریم با آثار تحریم اشتباه گرفته می شود. پیش از این حسام دین آشنا مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران بدون اشاره مشخص به افراد و گروه های سیاسی که مخالف پایان یافتن تحریم ها هستند آنها را کاسبان تحریم خوانده بود. سخنگوی شورای نگهبان نجات الله ابراهیمیان سخنان محمد رضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به 170 نماینده مجلس هشتم برای تبلیغات انتخاباتی موزه گرفت و گفت اگر ادعای رحیمی اثبات شود شورای نگهبان هنگام انتخابات واکنش شایسته ای نشان خواهد داد نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد درباره کمک مالی به 170 نماینده و کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم گفته است اگر این ادعا در مراجع زی سلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس شایسته نشان خواهیم داد شورای نگهبان کار بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجم آبان در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود که جابر عبدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چکهای صادره در پرونده ثبت و ضبط است. در همین حال احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز به اظهارات محمد رضا رحیمی واکنش نشان داده و گفته است سخنان معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران اعتبار ندارد این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصل مسئله درست است گفته است بنده نماینده ای را می شناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرده و بنده کپی چک را در اختیار دارم. همچنین نماینده ای را می شناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال می دهم که این کار را کرده باشد. احمد توکلی اضافه کرده است نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر می کرده از جای صحیح این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است همچنین نماینده دیگری را سراغ دارم که رحیمی به او اصرار کرده که شماره حساب بدهد و وی نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده قبول نمی کند. این نماینده مجلس از قوه قضایی خواسته است اسامی 170 نماینده را مشخص کند. گروهی از نمایندگان مجلس نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی خواستار انتشار اسامی 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم شدند که نام آنها در پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی وجود دارد. آنها در نامهای خطاب به رؤسای قوای مقننه و قضایی از آنها خواستند برای تنویر افکار عمومی نام این 170 نفر را اعلام کنند. دور نخست تلاش این نمایندگان هفته گذشته با پاره شدن نامه درخواست آنها از علی لاریجانی شکست خورده بود. در خبری دیگر هم عوض هیدرپور نماینده مجلس از پرداخت 5 میلیون تومان به گروهی از نمایندگان مجلس از سوی محمد رضا رحیمی برای توقف طرح استیزاه علی کردان خبر داد. آقای هیدرپور این مطلب را در واکنش به نامه هفته گذشته محمد رضا رحیمی که خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته شده بیان کرده است. هیدرپور خواستار برخورد قضایی با رحیمی شده و گفته که معاون احمدی نژاد در دولت دهم ده گمان می کند مردم ایران ابله هستند وی افسوده رحیمی در نامه خود به نظام جمهوری اسلامی اهانت کرده و حرفهای بی ربطی زده است به گفته این نماینده مجلس رحیمی در نامه خود انتخابات مجلس را زیر سوال برده و باید پرونده دیگری در قوه قضاییه برای وی تشکیل شود هیدرپور با این وجود تاکید کرده که برخی نمایندگان از رحیمی پول دریافت کردند اما این پول ها برای انتخابات نبوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود دریافت پول از سوی گروهی از نمایندگان در سال 1387 از رحیمی را تایید کرده و گفته این پول ها برای توقف طرح استیزاه علی کردان پرداخت شده است. علی کردان در تاریخ 14 آبان 1387 در سحن علنی مجلس استیزاه و برای همیشه از وزارت کشور کنار گذاشته شد. استیزاه کردان یکی از جنجالی ترین استیزاه ها در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می رود. یک سایت نزدیک به مرکز پجوهش های مجلس از تصمیم مدیران جدید سازمان صدا و سیما مبنی بر تعدیل دوازده هزار نیروی این سازمان تا پایان سال 94 خبر داد. همچنین قرار است 2150 پست مدیریتی در سازمان صدا و سیما نیز حذف شود. این گزارش افزود شبکه های جهانی صدای آشنا که سه کانال آسیا، اروپا و آمریکا داشت و به صورت 24 ساعته برنامه پخش می‌کرد، به کلی حذف شده است. یکی از کارشناسان فضای مجازی سپاه در مصاحبه با تلویزیون ایران گفته است سپاه 350 صفحه فیسبوکی را با مدیریت 36 نفر شناسایی کرده که به گفته این نهاد در فضای مجازی ترویج فساد می کردن. دو روز پیش مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده بود در قالب پروژه انکبود شماری از فعالان فیسبوکی را دستگیر کرده است. مصطفی علیزاده شمار بازداشت شدگان را دوازده نفر اعلام کرده و گفته 24 نفر دیگر برای بازجویی احضار شدند. آیا علیزاده صفات فیسبوکی را که شناسایی شده در سه حوزه مصفحجن، غیر اخلاقی و قبشگنی مقدسات دینی توصیف کرده است؟ انتشار عکس دختران با شماره تلفن آنها و بازنشر عکس های خانوادگی از دیگر موارد اتهامی است که سپاه به آنها اشاره کرده است اگرچه در ایران پلیس فتا مسئول پیگیری و برخورد با جرائم آنلاین است اما سپاه پاسداران در مواردی رأسا اقدام به برخورد با کاربران اینترنت می کند. مرات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راهاندازی موتورهای جستجوی ایرانی خبر داد. به گفته وی این دو موتور جستجو پارسیجو و گورگور نام دارند و قرار است در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شوند. معاون وزیر ارتباطات از اختصاص 170 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی خبر داد. برات قمری همچنین اعلام کرده وزارت ارتباطات از همکاری بخش خصوصی برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی حمایت میکند. باراک با رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه در شرایط حساس کنونی تضعیف اقدامات دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته ایران اشتباه است بار دیگر هشدار داد تحریم های جدید کنگره علیه ایران را وتو خواهد کرد در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز گفت اوباما مشکلات داخلی آمریکا را به ایران منتقل نکند بارک اوباما در مصاحبهش با برنامه فرید زکریا که از شبکه CNN پخش شد گفته است ما تحریم های بسیار مؤثری علیه ایران طراحی و اجرا کردیم تا آنها را وادار کند تا به پای میز مذاکره بیایند تا به راه حلی دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران دست یابیم بر مبنای اطلاعات موجود به ویژه گزارش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ایران به مفاد توافق موقت ژنو پایبند بوده و برنامه هسته این کشور پیشرفتی نداشته و از ذخیره اورانیوم با غلظت بالای آنها کاسته شده است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است ما در این دوران مذاکرات کنونی چیزی از دست نداده ایم. برنامه هسته ایران پیشرفت نکرده است و ما اکنون این شانس را داریم تا به ارائه مکانیسمی بتوانیم بررسی کنیم که ایران سلاح هسته در اختیار ندارد. و همچنین ایران قادر خواهد بود به عنوان عضوی پاسخگو بار دیگر به جامعه جهانی بپیوندد. بارک اوباما با این حال تاکید کرده است که نمیداند در نهایت چه این توافقی حاصل خواهد شد یا نه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقدام کنگره در اعمال تحریم های تازه علیه ایران از سوی اعضای گروه 5 به علاوه یک به مسابه نقض توافقنامه ژنو ارزیابی خواهد شد. بارک اوباما گفته است برای ما تضعیف دیپلماسی در چنین زمانه حساسی بدون دلیل محکم اشتباه خواهد بود آنچه که ما باید انجام بدهیم این است که مذاکرات را به پایان برسانیم و فشار را بر ایران افزایش دهیم تا به درخواست های بین المللی پاسخ مثبت بدهد با این حال رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تصریح کرده است که اعمال هر گونه تحریم تازه توسط کنگره علیه ایران را وتو خواهد کرد بارک اوباما در ادامه گفته است همانطور که قبلا گفته ام توافق نکردن بهتر از توافق بد با ایران است رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که چگونه خواهد توانست موافقت کنگره تحت تسلط جمهوری خواهان را با هر گونه توافق با ایران کسب کند گفته است اگر بتوانم ثابت کنم که توافقی که به دست می آوریم ما را مطمئن خواهد کرد که از طریق سازوکار مسلم راستیازمائی ایران به مرحله جهش برای ساخت سلاح ای نخواهد رسید؟ اگر دانشمندان و کارشناسان هستهای ما را مطمئن سازند که ایران در آستانه به دستیابی سلاح ای نیست، آنگاه این بحث عمومی ما در قبال چنین توافقی خواهد بود؟ باراک اوباما اضافه کرده است، از هر عضو کنگره خواهم پرسید چرا باید چنین توافقی را رد کرد و آیا گزینه نظامی را ترجیح می دهید که تأثیر آن در ممانعت از برنامه هسته ایران زیاد نیست و پیامدهای فوقلادهی در پی خواهد داشت در شرایطی که درگیری های بیشماری نیز در خاور میانه وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است مطمئنم که استدلالم برنده چنین بحثی خواهد بود. در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات اتمی ایران گفت اوباما باید بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد وی گفت برک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بیانات اخیر خود گفته است ما به ایران فشار می آوریم تا ایران نظر ما را در بحث هسته ای قبول کند نمایندگان محترم توجه نمایید عبارت ایشان چیست فشار می آوریم تا ایران نظر آمریکا را در بحث هسته بپذیرد حالا مقصود آنها از مذاکره با ایران روشنتر شد آنها میگویند باید تسلیم خواست ما شوید وی پس ادامه داده اوباما باید به روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد وی هزینه ضعف خود در حل مشکلات داخلی را نمیتواند به طرف ایران منتقل کند لاریجانی همچنین اظهار داشت که آمریکا نمیتواند در مقابل انعطافهای معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و به همین دلیل میخواهد یا ایران تسلیم های آنها شود و یا مذاکرات به شکست بیانجامد علی لاریجانی نگفته که اوباما این سخنان را کی و کجا بیان کرده است آخرین اخبار مربوط به اظهار نظر اوباما در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران گفته های او درباره طرح سنای آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران است. اوباما در هفته اخیر دو بار تاکید کرده است که در صورت تصویب تحریم های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 نفر را که پیش از این در اتهام کشتن 13 پلیس مصری مجرم شناخته شده بودند را تایید کرده است. بیش از 144 نفر از محکومان نیز همکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت قیابی صادر شده است. در خبر دیگر از این کشور پیتر گرسته خبرنگار استرالیایی شبکه الجزیره که بیش از یک سال در مصر زندانی بود بعد از آزادی روز گذشته از این کشور اخراج و روحی استرالیا شد. وی در ماه دسامبر سال 2013 به همراه دو همکارش به اتهام کمک به گروه اخوان المسلمین بازداشت شد. شبکه الجزیره با صدور بیانی از آزادی این روزنامه نگار استقبال کرده اما گفته خواهان آزادی تمامی خبرنگاران زندانی این شبکه است. دولت ژاپن صحت فیلمی را که از سوی گروه داعش در سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی منتشر شد را تایید کرد شینزوآبه نخست وزیر ژاپن با ابراز خشم از اقدام داعش گفت ژاپن بر همکاری های خود با جامعه بین المللی خواهد افزود تا تروریست ها سزای جنایت های خود را ببینند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با محکوم کردن اقدامات داعش اعلام کرد کشورش در راه مبارزه با به گفته او بربریت داعش در کنار ژاپن خواهد ایستاد. گروه داعش روز شنبه <تص> 19 بهمن ماه تصاویر ویدیویی منتشر کرد که سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی اسیر این گروه را نشان میداد. این گروه هفته گذشته نیز یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را سربریده بود. مرحله بازسازی شهر کوبانی آغاز شده اما مقامات محلی میگویند برای بازسازی این شهر نیاز به مشارکت جامعه جهانی دارند. بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. کوبانی چند روز است که آزاد شده اما آزادی یک شهر سراسر ویران به معنای پایان راه برای شهروندان این شهر نیست بلکه آغاز راه دشواری است بلافاصله پس از بیرون راندن نیروهای داعش مقامات محلی کار بازسازی شهر را آغاز کردند اما شدت تخریب و ویرانی بسیار بیشتر از اونی هستش که این امر این راحتی ها اثر بشه نخستین گزارش ها و براور از شهر نشون میده بیش از 60 درصد ساختمان ها و تقریبا تمامی زیر ساخت های شهری هم از مرکز بهداشتی و درمانی و خدمات رسانی در طی چهار ماه اخیر نابود شدن به نظر میرسه با چنین وضعیتی میلیون ها دلار هزینه و سال ها زمان لازمه تا شهر بازسازی بشه در واقع رویارویی با چنین وضعیتی هم باعث شد تا مقامات حزب دموکراتیک کردستان سوریه دست یاری به سوی جامعه جهانی دراز بکنند انور مسلم از مسئولان این حزب روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی که داشت به تشریح بیشتر وضعیت کنونی شهر کوبانی پرداخته او گفته نه تنها بخش عمده شهر قابل سکونت نیست بلکه الان شهر با خطر بروز بیماری های واگیردار روبرو هست چرا که به گفته او اجساد نیروهای داعش در سطح شهر پراکنده هستند از سوی دیگه آب و برق شهر هم قطع شده او در شرایط کنونی نیاز به دارو و غذا و لباس رو از مایحتاج ضروری برای کوبانی عنوان میکنه چرا که هنوز 15 نفر در این شهر زندگی میکنن میدونیم در پی معاصر شهر کوبانی بالا بر دویست هزار نفر از ساکنان این شهر و روستای اطرافش به ترکیه گریختن اما مقامات کوبانی میگن هنوز شهر نه از لحاظ امکانات و نه از لحاظ امنیتی آماده بازگشت این آوارگان نیست فعلا آنچه از گفته های مقامات محلی برمیاد این هستش که در شرایط کنونی کمیته ای به منظور برآورد هزینه های بازسازی کوبانی و برآورد مایحتاج مورد نیاز تشکیل شده اما آنچه مشخص است عمق فاجعه در کوبانی بسیار فراتر از اون است که بدون کمک جامعه جهانی بشه امکاناتی نسبی برای سکونت مجدد آوارگان این شهر فراهم کرد با این همه آن چیزی که در میان همه این شرایط فعلا خیلی ضرورت داره ایجاد یک گذرگاه برای امر کمک رسانی به داخل کوبانی هستش از این جهت مسئولین کوبانی از سازمان ملل خواستن در این باره چاره بیندیشه شاید بشه گفت نزدیکترین و امترین مسیر در این زمینه از همین گذرگاه مرزی ترکیه است باید دید مقامات این کشور در این زمینه تا چند اندازه تمایل به همکاری نشون خواهند داد علی صالح مدیر مسئول هفتنامه ستاره صبح از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به دلیل توهین به مسئولان جمهوری اسلامی مجرم شناخته شد. محمود علیزاده تبا طب وکیل مدافع این هفته نامه هفته گذشته علت توقیف آن را انتشار نامه علی متحری به رئیس قوه قضایی عنوان کرده بود. آقای متحری در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات و مبنی بر قانونی بودن حسر خانگی میر حسن موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. عباس <تصفح> میخوام عباس سلیمی نمین با انتشار نامه از رسانه های ادالت خواه خواست به روند تشکیل پرونده قضایی وی که منجر به صدور حکم محکومیتش شده اعتراض کنند. آقای صلیمی نمین به دلیل سخنرانی علیه محمود احمدی نژاد و عبدالله جاسبی به شش ماه حبس تعذیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وی در نامه به عملکرد قوه قضایی انتقاد کرده و نوشته امیدی به رأی دادگاه تجد نظر ندارد. قوه قضاییه در چهار سال گذشته بیش از سی روزنامهنگار و فعال رسانه ای را به دلیل انتقاد از این قوه و نظام جمهوری اسلامی دادگاهی و زندانی کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی به مناسبت رونمایی از سایت شخصی خود از اینکه بعضی از کارگزاران جمهوری اسلامی در دام شیطان و همکاران او گرفتار شدند ابراز تاسف کرده است آقای احمدی با شعار خبری در راه است وبسایت رسمی خود را رونمایی کرد. محمود احمدی نژاد در پیامی در پایگاه اطلاع رسانی رئیس سابق جمهوری اسلامی با بیان اینکه شیطان و همراهان و همکاران او با استفاده گسترده از ابزار تبلیغاتی به یعصافرینی، فریب، دروغ، سیاه نمایی، تفرق افغانی، اتهام زنی به عناصر پاک و خدوم و تخریب تمام پیشرفت های ایران عزیز دست یا اند گفته است، متاسفانه برخی از اشخاص، گروهها، ها، رسانه ها و بعضی از کارگزاران و اجزای جمهوری اسلامی نیز به دلایل گوناگون از جمله فراموش کردن آرمان های انقلاب در این دام گرفتار آمدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوازدهم بهمن ماه در مراسم گرد همایی فعالان رسانه ای احمدی نژادی وبسایت رسمی خود را با شعار خبری در راه است رونمایی کرد تیم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد اعلام کردهاند که همزمان با آغاز جشنهای پیروزی سالگرد انقلاب 1357 علاوه بر وبسایت رسمی صفحه گوگل پلاس و حساب کاربری اینستاگرام نیز برای او راه اندازی شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به محمود احمدی نژاد گزارش می دهد که مدیریت وبسایت شخصی رئیس جمهوری پیشین را مهدی احمدی نژاد بر عهده خواهد داشت و این وبسایت با نظر محمود احمدی نژاد و یک شورای 45 نفره اداره خواهد شد. آقای احمدی نژاد پس از اینکه تابستان سال گذشته پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری از قدرت کنار رفت چندان در معرض افکار عمومی نبود و فعالیت سیاسی و اجتماعی زیادی نداشت. وبسایت آقای احمدی نژاد که با عنوان نسخه آزمایشی راه اندازی شده، به جز اخبار، حاوی زندگی نامه، خاطرات و نیز بخشی به عنوان احمدی نژاد بدون روتوش است. به نوشته این سایت این بخش مجموعه ای از گزارش هاست که به همت گروه ابوذر به بررسی سخنان و عملکردهای احمدی نژاد و اطرافیانش حول این موضوعات می پردازد. برخی از کارشناسان راه سایت رسمی را حرکتی در جهت بازگشت به صحنه سیاسی قلمداد کرده اند. برخی نیز معتقدند آقای احمدی نژاد پس از سکوتی که در پایان دوران ریاست جمهوری پیش کرد قصد دارد روایت خود را از مسائل دوران ریاست جمهوریش ارائه کند یکی از این مسائل که به تازگی خبرساز شده پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در زمان دولت دهم ده است وی اخیرا به تحمل 5 سال و 91 و روز حبس دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. هرچند جرم آقای رحیمی تا کنون رسما اعلام نشده اما نام او در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و سوء استفاده های ارزی مطرح بوده است. پس از صدور این رأی آقای احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای گفت اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. به دنبال انتشار این بیانیه محمد رضا رحیمی نیز ای منتشر و از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود شهادت نداده بود انتقاد کرد. او در این نامه خود نوشت شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد. حسین الهام، مجتبا سمره هاشمی، مهدی کلهور، مرتزا تمدن، مهدی احمدی نجاد، خسرو معتزد، محمد حسینی، فاطمه بوداغی، عبدالرزا داوری. محمد جعفر بهداد و کاوه اشتهادی از نزدیکان رئیس سابق جمهوری اسلامی هستند که در برنامه ریزی و راهندازی سایت محمود احمدی نژاد فعالیت دارند. سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی به کار خود پایان داد که جای تعداد زیادی از هنرمندان بزرگ این عرصه خالی بود. در همین حال اجرای تکخانی زنانه در برنامه جشنواره موسیقی فجر به انتقادهای محافظ کاران دامن زده است. جشنواره 33 تئاتر فجر از پرهاشی ترین جشنواره های 33 سی سی دوره گذشته بود. کمتر از یک ماه مانده به شروع جشنواره حسین تاهری مدیر کل هنرهای همایشی به عنوان تصمیم گیرنده اصلی تئاتر ایران در نامه سرگشاده اش به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمتش استعفا کرد جنتی و مرادخانی وزیر و معاون هنری وزارت ارشاد هم به سرعت این استعفا را پذیرفتند و اردشیر صالحپور را که دبیری جشنواره سی و سوم تئاتر فجر را هم بر عهده داشت به عنوان سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی معرفی کردند های ها این رویداد تئاتری اما با تغییرات مدیریتی به پایان نرسید انتشار پوستر جشنواره انتقادها را به جشنواره افزایش داد اعتراض ها تا جایی بالا گرفت که در واپس این روزهای مانده به شروع جشنواره صالح پور دبیر جشنواره پستر طراحی شده را وتو کرد و بار دیگر فراخانی برای طراحی پستر جدیدی برای جشنواره 33 از سوی دبیرخانه جشنواره ارسال شد. پستر جدید 33 این جشنواره بین المللی تئاتر فجر توسط هیئتی پنج نفره چند روز مانده به جشنواره انتخاب و رونمایی شد. با انتشار پستر جدید بار دیگر اعتراضات بالا گرفت عناصر به کار گرفته شده در این پستر ترکیب چند پستر و نماد موجود در اینترنت بود که رجبی طراح آن با ترکیب آنها اقدام به طراحی پستر جدید کرده بود این بار صالح پور فرصتی برای انتشار مجدد فراخان و تهیه پستر جدید نداشت و سرانجام پستر جشنواره سی و سه روز مانده به جشنواره منتشر و در معرض دید عموم قرار گرفت. شروع جشنواره و انتشار جدول اجراها آب سردی بود بر پیکر تئاتر در جشنواره سی و سوم تئاتر فجر. در بزرگترین رویداد تئاتر ایران کوچکترین نام و نشانی از هنرمندان بزرگ این عرصه دیده نمیشد. دکتر قطب‌الدین صادقی و دکتر محمد رضا خاکی تنها هنرمندان پیشکسوت حاضر در این دوره بودند که اجراهایی در جشنواره داشتند. بهرام بیزایی بزرگترین قایب همیشگی جشنواره ای است که قرار است به گفته مدیران ویترین تئاتر کشور باشد. دکتر علی رفیعی، منیژه محمدی، بهزاد فراهانی، اکبر زنجانپور و سایر کارگردانان نسل اول تئاتر جایی در این دوره از جشنواره نداشتند از میان نسل دومی ها که در دوره های گذشته ثابت کرده بودند مخاطبان زیادی دارند هم در این دوره از جشنواره خبری نبود جشنواره امسال به کارگردانان نسل سوم و دانشجویان اختصاص داشت جدول جشنواره سرشار از اسامی جدیدی بود که با عنوان کارگردان و یا نویسنده در این دوره از جشنواره حضور داشتند اما با پایان یافتن جشنواره و نگاهی به تعداد تماشاگران جشنواره مشخص است که رضایت مخاطبان فراهم نشده بود در رویدادی دیگر هم اجرای یک تکخانی زنانه در برنامه جشنواره موسیقی فجر به انتقادهای محافظه‌کاران و مخالفان دولت میانه روی ایران دامن زده است رسانه های نزدیک به محافظ و نو محافظ در دو روز گذشته به نقد احتمال اجرای پری ملکی خواننده و موسیقیدان برای مخاطبان با گفته آنها مختلط در جشنواره موسیقی فجر پرداختند. این اخبار در حالی منتشر می شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با انتشار متنی اعلام کرد که تا کنون هیچ گونه مجوز تکخانی برای زنان در کنسرت های مختلف صادر نکرده است. بر اساس برنامه ارائه شده از سوی این رسانه ها پری ملکی جمعه 24 بهمن سال جاری در سالن ایوان شمس به اجرای موسیقی خواهد پرداخت. وبسایت خبری جهان نیوز نزدیک به جبهه پایداری در کنار دیگر وبسایت های محافظه‌کاران همچون فرهنگ نیوز در بازنشر این خبر مدعی شد که پری ملکی در تالار وحدت روی سن بی بی سی اولین خواننده زنی بود که بعد از اجرای زنده در شبکه رفت و در حضور وزیر ارشاد به تکخانی پرداخت و پروژه توجه دولت تدبیر و امید به تکخانی زنان را از همانجا کلید زد. نشریه یال ساراس هم که نشریه رسمی ارگان حزب الله است، بار دیگر به تهدید دولت می‌پردازد و هشدار می‌دهد که اگر مسئله خوانندگی زنان مرتفع نشود، این گروه خودسرانه دست به واکنش ضروری خواهد زد مخالفت ها در این رابطه به قوم هم کشیده شد آیت الله ممدوهی عضو مجلس خبرگان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعطای مجوز به خوانندگان زن را خلاف نص سریح قرآن اعلام می کند که صدای زن را برای افراد دارای قلب ضعیف مجاز نمی شمارد. آیت الله علوی گرگانی از مدرسان حوزه علمی قوم در دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجویی استان قوم نیز به انتقاد از خوانندگی زنان و اعطای مجوز به آنها از سوی وزارت ارشاد میپردازد برخی مراجع تقلید در ایران گوش دادن به صدای زن را اگر غنایی باشد حرام خواندند برخی دیگر از مراجع تقلید ارزیابی کیفیت صدای زن و تشخیص حکم فقهی مربوط به آن را از جمله اینکه موجب لذت می شود یا نه به عهده خود شنونده مرد گذاشتند. خبرگزاری ایرنا روز شنبه 11 بهمن ماه گزارش داد شماری از ماهیگیران ایرانی در دریای خزر اواخر آذر ماه هدف تیراندازی بدون اختار قبلی پلیس دریایی ترکمنستان قرار گرفته و در جریان آن دست کم یک ماهیگیر کشته و چند نفر دیگر به اسارت درآمدند این خبر از سوی فرماندار گمیشان واقع در استان گلستان تکذیب شد وی گفت این ماهیگیران توسط پلیس دریایی ترکمنستان دستگیر شدند و ما پس از اعلام این خبر رایزنی های خود را برای آزاد کردن این سیادان آغاز کردیم و همچنان پیگیر این مسئله هستیم مسئولان وزارت نیروی ایران میگویند بارندگی روزهای اخیر تهران نتیجه بارورسازی ابرها بوده که برای اولین بار بر فراز پایتخت ایران انجام شده است خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقی تهران این اقدام را نتیجه بخش و مثبت خوانده و گفته گزارش مربوط به نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد در حال حاضر بیش از چهل کشور دنیا در حال اجرای پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تعدیل آب و هوا از جمله باربری ابرها هستند. اما آخرین خبر اینکه که علی سعیدی نماینده علی خامنی در سپاه پاسداران گفته شرایط کنونی مردم ایران سختتر از شرایط شعب ابی طالب است. با این حال و گفته نباید اجازه داده شود که آمریکا از این شرایط سوء استفاده کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که سیوم آذر ماه سال 90 گفته بود باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعبه ابی طالب گرفتار شده ایم دو ماه بعد علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط بدر و خیبر قرار دارد با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می شود. شب و روز شما خوش <متحد>